بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این بحث فشرده اخلاقی موضوع سخنمون حدیث معروف امام کاظم سلام الله علیها در جلد اول اصول کافی خطاب به هشام بن حکم درباره اهمیت مقام عقل و نفی حجاب های عقل بود. قبلا میلاد مبارک بانوی اسلام سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین رو که در آستانه آن قرار داریم به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. رسیدیم به فراز هشتم. در فراز هشتم امام کاظم سلام الله علیه خطاب می کند به هشام. می فرماید ای هشام، خداوند در قرآن مجید اقلیت های صالح رو مدح کرده، ستایش کرده، چند تا آیه رو امام ذکر می کنه از جمله و قلیل من عبادیش شکور. بعد به دنبال آن اکثریت های فاسد رو که قرآن مذمت کرده در سه آیه بیان فرموده است و قال ولکن اکثرهم لا یعلمون و قال اکثرهم وقال اکثرهم لا یعقلون وقال و اکثرهم لا یشعرون. آیه اول آیه 37 سوره انعام و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه. پشت سر هم می آمدند، تقاضای معجزات می کردند، مثل این که پیغمبر در اونجا نشسته، هر کسی از در وارد شود معجزه تازه طلب کند و معجزه بازیچه دست این و اون باشد. و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه تازه ای نمیاد؟ قل ان الله قادر علی ان ینزل آیه، خداوند قادر است و قدرت چرا هم به شما نشان داده. ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اونها عالم به قدرت خداوند نیستند و به همین دلیل پشت سر هم بهانه جویی می کنند. آیه دوم ولکن الذین یفترون علی الله الکذب، اشاره به اکثریت زمان جاهلیت، گوشتهایی را حلال، گوشتهایی را حرام، اعمالی را حلال، اعمالی را حرام می کردن. وقتی هم بهشون گفته می شد مدرک این حلال و حرام چیه، می گفتن خداوند به سخنان ما راضی است. قرآن میگه ولکن الذین یفترون علی الله الکذب اکثرهم لا یعقلون، اینهایی که افترا به خدا میبندند و دروغ میگویند اکثرشون لا یعقلونن. قبلی لا یعلمون بود، این لا یعقلونه. فقدان علم، فقدان عقل. آیه سومی که فرموده به این صورت و اکثرهم لا یشعرون در قرآن
نداریم، یا اشتباه نسخه است و یا متخذ از این آیهی که عرض می کنم اعراف 95، و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. هر پیغمبری در هر شهر و آبادی می فرستادیم، قبلا اهالی اون شهر و آبادی رو تحت فشارهای با بلاها و حوادث قرار می دادیم، یه مقدار حالت توجه به خدا پیدا کنن و دعوت پیغمبر رو بپذیرن. بعد می فرماید ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، بعد از آنی که اینا رو تحت فشار قرار می دادیم و حوادث سختی بر اونها نازل می شد، اوضاعشون رو رو به راه می کردیم و به جای سیئه حسنه، به جای حالت بد حالات خوب، به جای خوشسالی آبسالی، به جای نقمت نعمت قرار می دادیم. حتی عفو فراموش می کردن اون امتحانات قبلی رو. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، دنیا گاهی ناراحتی داره گاهی راحتی داره، این چه ارتباطی به این دعوت پیغمبر داره؟ به ما میگه قبلا شما رو تحت فشار داده خدا تا توجه به خدا پیدا کنید، حالا نعمت بهتون داده تا رو به رحمت او بیارید. نه خیر، ارتباطی به دعوت این پیغمبر نداره. پدران ما هم روزهای بد روزهای خوش هر دو را تجربه کردن. این ادعا ادعای بیهوده است، حالا که نه نعمت نه نقمت نه بلا هیچ کدام درشون اثر نگذاشت، فاخذناهم بغتتن، همه اونها رو ناگهان می گرفتیم. و هم لا یشعرون، تعبیر و هم لا یشعرون است. به هر حال از این آیات استفاده می شود که گاه اکثریت های پیدا می شوند که فاقد سه چیزن: نه عقل درستی دارن، نه شعور درستی، نه علم و آگاهی درستی. اکثریت های فاسد و تربیت نشده واقعا فاقد همین ها هستند، مانند اکثریت زمان جاهلیت. عقل نداشتن و به دنبال آن شعور و علمم نبود. تصور من این است، تفاوت بین عقل و شعور، عقل ادراک کلیات است و شعور ادراک جزئیات است. عقل به قیاسات کلیه عقلیه اشاره دارد و شعور به تجربیات حسیه، و علم هم حاصل هر دوست، یعنی شعور و تجربه از یک طرف، ادراکات عقلیه از یک طرف، سرچشمه علم و دانش می شود. بنابراین تفاوت بین این سه رو می شود از آیات قرآن اجمالا استفاده کرد. در اینجا یه بحث مفصلی هست، من خیلی فشرده خدمت شما عزیزان عرض کنم. در دنیای امروز میگن آقا بهترین نوع حکومت، حکومت اکثریت که از طریق انتخابات به دست میاد و نامش را هم دموکراسی و حکومت مردم بر مردم میگذارن. اما وقتی دنبالش میرویم کاملا دقت میکنیم در این دموکراسی ها و انتخاب ها و حکومت های مردم بر مردم، ببینیم سر از جاهای رسوایی در میاره.
در بسیاری از انتخابات نیمی از مردم، گاهی کمتر از نیم، در غرب که بسیار شده از کمتر از 50% شرکت میکنن. در این 50% که شرکت میکنن، گاه 26% یه طرفن، 24% یک طرف. یعنی از اون 100 میلیون نفر 26 میلیون رأی دادن و نامش شد حکومت اکثریت و حکومت مردم بر مردم. در انتخابات اخیر آمریکا 25% رأی دادن به رئیس جمهورشون و این شد حکومت مردمی. تازه وقتی نگاه میکنیم همین آراء 25-26% به وسیله تبلیغات و هزینه های زیاد و شستشوی مغزها و فریب دادن اشخاص و وعده های دروغین دادن پیدا میشه. گاهی عوامل عجیبی سبب آراء مردم میشه. من فراموش نمی کنم در یکی از انتخابات گذشته آمریکا در جرائد نوشته شده بود و خبرگزاری هم خبر دادن علت رأی دادن بسیاری از مردم با نهایت معذرت زیبایی همسر رئیس جمهور بود که آمدن مردم بهش رأی دادن. این میشه حکومت پر افتخار دموکراسی در دنیای امروز. چقدر وعده های دروغین میدند و بعد عمل نمی کنند، چقدر تبلیغات دروغین میکنند و اساسی ندارد، چقدر خرج میکنند میلیاردها برای اینکه مغز مردم رو فریب بدهند و شستشو بدهند. این شده حکومتی که هست. ما در اسلام چی داریم؟ حکومت اسلام حکومت الهیه، حکومت از سوی خداست، ولی بازوی این حکومت مردمه. برای پیدا کردن این بازو از طریق شورا و مشورت که دو آیه قرآن بر اساس آن دستور داده است، امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، بر این اساس ما قائلیم. اما ما میگیم باید اول فرهنگ سازی کرد اکثریت جامعه را به سوی ایمان و اسلام و قرآن دعوت کرد و بعد این اکثریت مؤمن صالح ولو صالح نسبی اینا به پای صندوق های رأی بیان، رأی بدن، شورای تشکیل بشه، بازویی بشود برای حکومت اسلامی. ما اگر قبول کردیم و در قانون اساسیمون انتخابات رو قبول کردیم، انتخاباتی که ما میگیم با اون انتخابات اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشعرون، اکثر هم لا یعلمون، انتخابات ما با انتخابات اونها فاصله بسیار زیاد دارد. این یه بحث دامنه‌داری است که من اشاره‌ای به اون کردم. انشالله وقت دیگری میتوانیم شرح بیشتری در این باره داشته باشیم. این در مسائل حکومت. اما در مسائل اخلاقی حتی این اکثریت هم در اسلام نیست. من در یه محیط اداری قرار گرفتم، اکثریت حق و حساب میگیرند و مسائل رو منحرف میکنند، من هم تابع اکثریت بشم. در محیطی قرار گرفتم که دروغ رایجه، بدحجابی رواج پیدا داره، رفتم به کشورهای غربی نگاه کردم، دیدم آلودگی های جنسی در محیط اونها فراوانه. من تک و تنها
آیا اینجا پیرو اکثریت بشن؟ ولو اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یشعرون، اکثر هم لا یعقلون باشه؟ ابدا. برنامه اسلام این است اگر در شهری تنها تو پاک بودی، پاکیت رو حفظ کن و وحشت از تنهایی مکن، خدا با توست، در سایه لطف خدا هست. ای جوان اگر نگاه کردی دیدی دوستان در کلاس خدایی نکرده اکثرشون به راه‌های خطا می روند، هرگز فریب اکثریت نخور، تکیگاه تو خداست، پاکی و تقوا رو حفظ کن. این برنامه ایست که اسلام به ما داده و امام کاظم سلام الله علیه در این حدیث نورانی طولانی فوق العاده مهم خطاب به شام ابن حکم جمله جمله و گام به گام مطلب را بیان فرموده و ما همگی را به راه راستی که خدا اون را میپسندد دعوت نموده. اون زمانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه های بسیار جانگدازش رو میخوان، اکثریت مخاطب از چه قماشی بودن؟ روشن است. آیا هرگز اون اکثریت مانع خطبه های زهرا شد؟ نه. اون زمانی که امام حسین با 72 نفر در کربلا در مقابل 30,000 لشکر بودن اکثریت چگونه بود؟ آیا حر ابن یزید ریاحی و افرادی که مثل او از حریت و آزادی برخوردار بودن نگاه کردن ببینن اکثریت در میدان کربلا از کدام راه میره؟ حر ابن یزید ریاحی هم از او را بره؟ نه، اون آزاد بود و آزاد مرد. اون اکثریت منحرف رو شکست، به سوی اقلیتی آمد که سرنوشت اسلام و مسلمین را با شهادت خود عوض کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم یا حمید و بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر و بحق فاطمه و یا محسن و بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما نافعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا ورزقا حلالا واسعا وعجل في فرج مولانا.